خیلی خوش اومدیم به قسمت جدید گپ تایم با سینا. من خیلی سوالمو سر راست و ساده میخوام بپرسم، چرا لخ میشینی تو ویدیوهات؟ گرمه اتفاقا. بک استیج اوه شاید خارجی، پشت صحنه با بچه‌ها داشتم صحبت میکردم. آره چقدر سخته به دوربین، دلم میخواد این بری شمه دارم مقاومت میکنم به ما نگاه کن. آره هم هوا گرمه، کولر ندارم چون گیتار میتارا میپوسه خیلی. اگه کولر بزنی. آره حالا این به کنار که این دلیل مثلا ماسمالیشه، ولی خب حال میکنم. دوست داری نشونش بدی دیگه، زحمت کشیده دیگه. آره چه دلیل همینه که ما کنسل کردیم به بچگی ها؟ برای چی به بچه ها؟ بچگی ها چیه؟ یعنی چی با بچه ها چی کار داری؟ شکار نکنی؟ نه جدا حالا آره ماسمالی کنم سری بحث آورد. نه نه چرا میخوای عوض کنیم؟ ما آوردیمت که از این سوالا بپرسیم. اولین باری که انتخاب کردیم مثلا گفتیم که از بچه‌ها پرسیدیم همه اینجوری بودن سینا گیم یارد، و ما گفتیم ایول سینا رو مثلا اوکیه میتونیم بیاریمش و خوشحال میشیم از اینکه اینجا باشی. بعد گفتیم چه کاری کنیم که جذاب شه، بعد یکم نگاه کردیم گفتیم لخشی. بعد اینجوری بودیم که نگاه شیکم خودمون، بعد یه نگاه به سینا کردیم دیدیم نه واقعا داریم خودمون رو بولی میکنیم توی این صحنه. شما که اوکیید که لاغریم، صرفا لاغریم با یه ذره شیکم. من خیلی خوبم، اینم قشنگ گفت، قشنگ گفت، خیلی قشنگ گفتی، دوست داشتم. آره شما به این زیبایی کاملا قربونت برم، شما مخلصم. این تعریفا رو اما نکن، ما میتونیم از این تعریف رو بکنیم، به ما نمیشینه خیلی. آره واسه به محسن مثلا قیافه فشه برو بمیر بابا. تو سرباز برای چند ما خدمت؟ سینما تا آویزونه مردی که چی کار به من؟ من تیکلم فیته. خب من لیبرس داری دورنگی تنه دورنگی در بین نرفته چه ربطی داره؟ همون دیگه سربازم. اصلا خیلی بس عجیبیه، زحمت میکشه، خیلی بس عجیبیه. ولی ما هیکلت پسند، یعنی نمیدونم یه بابا هیکلت خوبه. تو استریم هم خیلی خواستگار پیدا کردم من. پسرم یا دخترم؟ متاسفانه پسر. من اولین باری که من جات بودم نمیگفتم. آره نه البته که شوخیه. آره اولین باری که با ویدیوت مواجه شدم این بود که تو گروه گذاشتم گفتم بچه ها سینا گیمیار لخت نشسته ویدیو گرفته. آره بچه ها بودم کو ویدیوی چیزت هم بود، این بازیه که ریکم مورتی هایان لایف، هایان لایف بود، هایان لایف بود، چونم لخت شده بودم. من لخت شده، من خودم یادم نیست انقدر لخت شده بودم. آیا پلتفرم دیگه ای هم وجود داشت؟ پروموت کنید بچه ها، $5 ماهی بچه ها شده بشه. اگه عکس کف پام هم بخواید بینید آقای $5 از آقای رفته دماغه نباشه. آقای خب بچه گیم یار میخواستید ببینید. آخ گیم یار آف کامرا اینطوریه. آره خود با حیای بیشتری. چه عیبی داره؟ چه عیبی داره واقعا؟ خیلی عالیه. آره ما اول مثلا افرادی که ماینکرافت ما رو دنبال می‌کردن اینجوری بودن ایول مثلا چه بچه‌های خوبی، چقدر نازنینن اینا. رویای هر پدر و مادر ایرانی. آره دقیقاً. بعد احساس می‌کنن ساعت 9 شب خونن. آره نمی‌دونن چه حالا. بعد گپ تایممون شروع شد. مرسی ممنونم. این اگه دستمال کاغذی دلیل خاصی نداره، فقط من زمانی که می‌خندم گریه می‌کنم. گریه میکنم برای همین دستور کاغذی که پاک کنم اشکام رو. جدید این مسئله برات، تا حالا ندیدی کسی رو که بخنده گریه کنه؟ چرا من خودم دستمال همیشه بغل دستم هست. دلیل دیگه ای داره. اوکی گریه میکنه دیگه. آره دیگه اشک میریزی چشمم. بله بعد یه بار وایسا الان گفتین من یه خاطره یه تعریف کنم. ما یه زمانی یه مغازه‌ای داشتیم بستنی فروشی بود، بعد یه مدتی من مثلا پدرم میرفت استراحت کنه من میموندم. یه بار یه نفر داشت رد میشد اومد برگشت به من گفتش که داداش اینجا جاییو میشناسیم ببرم یه دو قطره اشک بریزم. من برگشتم گفتم که منظورتون چیه؟ خب می‌خوام دستشوی دو قطره اشک بریزم. اینجوری بودم تو اگه میومدی به من میگفتی داداش شاش دارم کجا برم، خیلی قشنگتر بود. خیلی اومد مؤدبانش کنه. آره کرین شد از اون. آره واقعا الان که دوباره تکرارش کردم هزاران نفر آره بشنوم تو حتی کرین شدی، شما هم همتون کرین شدی، همه احساس میکنم. حتی بعد از این خاطری که تعریف کردی انتخاب بحثم
سخت شد. چه چیزی قرار صحبت کنیم؟ بحث چجوری میتونیم بریم؟ دیدی مثلا یه جایی به بعد دیگه نمیدونی چی بگی، اینجوری که یکی نجات بده. چه هوایی گرمی. داره سرد میشه. داره گرم میشه. به شواش داره. برما هم خنک شد و پاییزی شد و فامیلی تو تاوال کسی بجه. چرا جباری؟ بچه ها میان میگن سریع گفتی تو استریم هم جباری چطوری مثلا اه. جدی؟ آها پس اینقدر اعلام شده. آره. چرا گیمیار پس؟ آها سوال خوبی بود. آره. من خیلی وقت پیش سال 2016 میشه 7 سال خورده پیش تصمیم گرفتم یه چنل یوتیوب بزنم، چون خودم یوتیوب خیلی میدیدم از دوم دبیرستان که میشه 2016. خب از اون موقع یوتیوب میدیدم و خیلی ویدیوهای توتوریال آموزشی میدیدم. مثلا یه چنلی بود به اسم بد اینفوس، یه پسره بود بلغارستانی هم بود، بعد توتوریال میذاشت از گیمهای مختلف، مثلا چطوری جی تی ای رو 100% کنی، همه اچیومنتاشو بگیری آنلاک کنی. بعد من خیلی حال میکردم، خودم تصمیم گرفتم اینو با مثلا کامیونیتی فارسی شیر کنم، ویدیو درست کنم و شاید برای بچه‌ها جالب باشه. از نظر خودم حتی شاید اسمم خیلی کرینج به نظر بیاد، ولی اون موقع گفتم چون میخوام توتوریال بذارم، ویدیو آموزشی بذارم، اسم چنل رو مثلا بذارم گیمیار. چند سالت بود؟ 2016 18 سالم بود. 18 سالت بود. 25 سالته؟ اول دانشگاه هم بود. 25 سال و یه ماه. من فهم کنم تو از من بزرگتری. آره سنم بیشتر میخوره. بیشتر بهت میخوره. سیبیلای زخیم و سر کچل. آره یه کمی یادم اولین باری که پارسال بهمون گفتی خیلی تعجب کردی. آره فقط هم شما نیستین، همه خیلیه که منو نمیشناسن خیلی تعجب میکنن، حتی خود بچه‌هایی که مثلا یکی دو سال منو فالو کردن ولی حالا سن من طالب گوششون نخورده یا نشنیدن که مثلا سنم چند سالمه، خیلی تعجب میکنن خیلیشون. متولد 1377. 77. آره تیر ماهی مغرور. یه تیر ماهی. چند تیر؟ 12. دو تیر. به به نکرم مخلصا. اینا توی خشاب یه هنشیک اختراع میکنیم، ما توی خشاب میخوابیم. بدنش هم که خوب. آره دیگه نه حالا من انتظار نه آقا شما کار رسانه اینو گلوله هست که شلیک میشه و اونی هم که میچوسه در نه بحث سیگاره تو این در واقع بعید میدونم توی ادبیات نظامی به گنجه بعیده واقعا بعیده چرا سر مادم بزنمش گلوله چوسید سرنگ میزنه زیر خنده، یا میزنه زیر خنده یه ریاکشن خیلی بدی نشون میده. متاسفانه اینشالله که فقط خنده باشه و اینشالله خودت برامون بگو از چی بگم برات، از کجا شروع کنم؟ 7 ساله که داری یوتیوب کار میکنی و خسته نشدی از این کار؟ الان توی چه لولی هستی نسبت به این جریان؟ خسته که هر کاری آدم هی تکرار کنه و خودش سعی نکنه جذاب کنه براش خسته کننده میشه. و واقعیت هم بخوام بهتون بگم چه جدی میشم یهو. آره یکمی ما داریم میگیم میخندیم مثلا سینا اینجوریه که من بخوام براتون توضیح بدم که آره اساسا این امپریالیسم فرنگی اگزیستانسیالیسم. خب خیلی ممکنه اصطلاحا سوبر شه برای آدم، مثلا خیلی تکراری شه. برای راستشو بخوام بگم برای منم خیلی پیش اومده که خسته شم، یعنی حتی برام خسته کننده شه و فقط به خاطر اینکه حالا نظم چنل به هم نخوره و اینکه میدونم بالاخره خیلی از بچه‌ها ویدیو رو میبینن حال میکنن و به خاطر اینجور چیزا خودم رو پوش کردم که ویدیو درست کنم و اون شوق و ذوقی که مثلا سال 2020 2021 2019 داشتم و مثلا خیلی موقع شده از دست دادم، ولی سعی کردم مخصوصا اخیرا برای خودم جذاب کنم پروسه رو، از این حالت سوبری در بیاد. چجوری؟ مثلا ایده های جدید بدم. فکر کنم یکی از کارهایی که هیچ وقت نکردی یا خیلی کم کردی کار کردن با یوتیوبرهای دیگه. آره دقیقاً. آره با همین مثلا بعد مدت ها تصمیم گرفتم ویدیویی داشته باشم که کانتنت کریتورهای دیگه توش هستن، مثلا این کار رفتم انجام دادم با بقیه بچه کامیونیتی ماینکرافت، یا الان پلن ریختم با خود بچه ها پلی بدم، مثلا مپ سروایولم و سرور درست کنم. اوه نایس. آره مثلا بچه ها بیان آثار هنریشون رو خلق کنن طوری که موندگار باشه، خود بچه ها هم ساخته باشن تو مپ هم باشه. آره با ایده های اینطوری سعی میکنم پروسه رو برای خودم جذاب تر کنم. سال پیش که ما با هم دیگه یه دونه ویدیو ضبط کردیم اولین کالاب تو بود یا نه قبلش فکر کنم ویدیوت با میلاد منتشر شد؟ هم حوالی بود.
یادم نمیاد قبل اون بود اولین دومیا بود فکر کنم با میلاد یه دونه بیلد بتل رفتید. آره میلاد اگر داری میبینی به خود میلادم گفتم و میلاد ان شاءالله در آینده مهمون گپ تایممون میشه چون خیلی دوستش داریم و دوست داریم اینجا باشه. اما آره فکر کنم یه دونه با میلاد رفتی با ما رفتی بعدش متاکرافت رفتی سیزن یکش رو سیزن دو هستی و فکر کنم بیشتر بچهای کامیونیتی رو از اونجا شناختی. دقیقاً و یه نکته‌ای در و یه نکته‌ای که شاید خودت ندونی اینه که خیلی ها تو رو میشناسن و بقیه قطعاً تو رو میشناسن ولی احساس میکنم این برای تو همچنان یه کمی گنگ شد یا مبهم باشه. آره من کلاً در طول شبانه روز تو نیستم که خیلی آگاهانه یا به طور ناخودآگاه مثلا این تو فکرم باشه که من الان یه کانتنت کریئتورم. مثلا هر کسی ویدیوی منو می‌بینه میگه جدی؟ یا مثلا یکی دو بار بچه‌ها رو تو باشگاه دیدم، یه بار یکی از بچه‌هایی که ویدیو اومد تو مترو دیدم مثلا خودم باورم نمیشد. مثلا نشسته بودم خیلی تیپ لش خسته، مثلا هر کی میدید میگه مثلا نشسته بودم کف مترو قشنگ خود آره راحت بودی برای خودت دیگه. آره مثلا یه لحظه هر موقع که میشنوم اینا یه حس سورئالی داره برام به اصطلاح. چون دقیقاً فکر کنم این اتفاق تو چتمون هم افتاد وقتی داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، بهت گفتم ما این نظرسنجی گذاشتیم و مثلا بیشتر بچه‌ها گفتن گیم یار. یه ایموجی واقعا متعجب واسه من فرستادی که من اینجوری بودم نه واقعا مثلا آره میمه هست گربه میگه هپی اینطوری میرقصه هپی هپی هپی. دقیقاً واقعا خیلی کاراکتر دوست داشتنی تونستی ارائه بدی که آره گوشه تیزه انقدر خواهش بکنم این چیکار که واقعا انقدر مخاطبت بهت وفاداره. اومدم یه فداکاره وفاداره و فکر کنم واقعا این کارم بکنم و خیلی دوستت دارن. یعنی ما هر برنامه هر کار جدیدی که شروع میکنیم گیم یار، یعنی مثلا گپ تایم هم که شروع کردیم مثلا بحثش شد که بگین کیا رو بیاریم همه گیم یار. اتفاقا بذارید من از ساید خودم هم بگم، خیلی از بچه ها تو کامنت ها، من کامنت ها رو میخونم، یکی از کامنت هایی که همیشه هست زیر هر ویدیوی هست اینه که از بچه های ویدیو تو چه خبر؟ با بچه های ویدیو تو دوباره ویدیو نمیدی؟ خیلی باحال بوده دوباره حرکت نمیزنید با هم دیگه؟ دمشون گرم. حرکت نمیزنید با هم دیگه؟ آره یه حرکتی میزنید امینو نه با امین چرا من انداختی جلو تو دست دادی بهش توی خشاب میخوابید با هم. تو چی کار میکنی؟ من بیرونم فیلم میگیرم برگردی سراغ همون داستان. آره آره و تو متاکرافت هم حتی من لایف شدم، من نمیدونستم شما هستین. ما سیزن دو جوین شدیم. آره آره من نمیدونستم، یکی دو روز قبلش فهمیده بودم و تو لایف استریم هم بودم دائم بچه ها میپرسیدن مثلا تابو بزن ببینیم کی آنلاینن، بچه امین هست. آره سمت کامیونیتی که منم ویدیوامو میبینم با بچه‌ها لطف دارن، خیلی لطف دارن به ما قطعا، دمشون گرم. سوبر حرف میزنم یخت هنوز آب نه. از احساس میکنم نیمه گپ تایم به بعد شاید یک گیم یار متفاوتی رو ببینیم. دوست داری چی صدات کنی؟ آره همون سینا هر چی خودتون دوست دارید. گیم یار خطاب میشی اصلا تو؟ آیا برات به گوشت آشناست این اسم؟ خیلیا میگن سینا گیم یار، همه رو با هم. آره سینا گیم یار منم سینا گیم یار. سینا جباری گیم یار تا بال کسی بهت نگفته. سینا جباری گیم یار جونیور ایمر جونیور رسوم. آره جونیور دوم کی؟ یکم نزدیکتر اگه به میکروفون بیا. آره که مخاطب راحت تر صدات خیلی عمیقه. خیلی ASMRش کنم. آره یه لحظه برو. What's up guys, how you living؟ لیس هم بزن میکروفون یه لیس. این صدا بردارم اون پشت. نه صدا بردارم اون پشت خیلی دوست داره وقتی دیگه نه دیگه نه. آره محمد حسین لذت میبره شاید نمیدونیم. و 7 ساله که داری محتوا میسازی، آیا تو طول این زمان بوده که فاصله بگیری و بگی که نه مثلا من 2 ماه میخوام برم مثلا استراحت کنم؟ فاصله گرفتم ولی نگفتم دیگه، رفتم مثلا یه ماه نگفته رفته همون زینه ازش. خیلی از کانتنت کریئتورها نگران میشدن، میگفتن کجاست مثلا. بعد مدت ها میره حتی یوتیوب هم بازم نمیکردم. اوه میرفتم میدم سینا مرد، سینا چی شد؟ ولی یه دو بار برفتن نمیستی بخوام حرکت این چینی بزنم حتما بگم قبلش. یکی دو بار اینطوری شده که آدم عمیقی هستی. این چیزی که من دریافتم من از شخصیتت اینه که آدم عمیقی هستی، دوست داری روی موضوعات اتفاقا بری به عمقشون و اینو نشون هم میدی خواسته یا ناخواسته. این رو توی ویدیوهات هم اصلا هست. فکر میکنم یکی از دلایلش شاید همین باشه که مخاطبه توی همه این سالها ترکت نکرده، که تو رو توی این پروسه دیده کاملا از یه سینا 18 ساله تا الان که نوبه
حالا هم نوب توی زندگی هم نوب توی گیمی. آره. و این پروسه بزرگ شدن رو با تو تجربه کرده و این خیلی شیرین و دلچسبه. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که انقدر مخاطب دوستت داره همین باشه. آره من خودم یه چیزی رو خیلی دقت کردم بهش. بچه‌ای که لوس دارم ویدیوهای منو می‌بینن قشنگ یه کامیونیتی. من خودم یوهو به خودم اومدم، تا حالا مثلا خیلی بهش فکر نکرده بودم تا چند وقت پیش که چقدر یه عده لطف دارم مثلا ویدیوهای منو می‌بینن دنبال می‌کنن. یوهو به خودم اومدم دیدم که این چه بزرگه، یعنی چه ثروتیه بودن. من تازه فکر می‌کنم با توجه به صحبتایی که کردیم فکر کنم هنوزم خیلی تازه داره دوزاری میفته. آره تازه داری آشنا می‌کنه که آره. و من بدون اینکه خیلی موقع تلاشی بکنم که ویدیوهام مثلا خیلی خفن بشه که مخاطب جدیدی جذب کنم، چون واقعیت اینه که خیلی وقت حرکتی نکردم که واقعا لیاقت اینو داشته باشم که ویوهای بیشتری بگیرم یا بچهای بیشتری ویدیوهای منو ببینن. ولی همون بچهایی که منو از خیلی وقت پیش دنبال میکنن همچنان کنارم موندن و روی دوربینیو ازش تشکر کنم. ولی واقعا جدا میتونم آره تابو شکنه تو پادکست میتونی زول بزن. واقعا دمتون گرم بچه ها، بوسم برشون بفرست. آره یه بوسم بفرست، پامن بیارم بالا. نه لیک نکن چیزی رو. میگفت لایو استریم داشتم میکردم چند وقت پیش، پاتنشون بده. آره دونیت هم کرد یه دونه. آره بعد خب دیگه میتونم بهم میگفت هی ددی خب بعد این که آیا تو طول این چند سالی که یوتیوب کار کردی آیا برای خودت سخفی هم تصور کردی؟ مثلا بگی اگه من به اونجا رسم چه سوالی سوبر میپرسی ازش؟ خب وقت خودش جذاب میکنه بحثی، چرا یه ها بحث ها میبریم اون سخفی توی یه چه سکوتی فرو میره یه ها که هیچ کسی صحبتی نمیکنه با من در اون لحظه اینجوری که بزن نجاتش بدم. ببین من واقعا میخواستم بپرسم تو چی صداش میکنی؟ من هیچ، من میگفتم که مثلا what is going on. مرسی. تو خلوت چی صداش میکنی؟ بچه ها کات میکنن الان. خوب بود، زیبا بود. تا بال شده یه همچین که میخواستم سوالو خیلی آره پاره شده همچین کیسایی رو همین سوال بود. خدا نکنه. نه تمام پیش نیومده؟ نه. شده تا حالا اپروچ کنن؟ شاید خارجی دارم حرف میزنم. شده تا حالا مثلا بیان سمته؟ آره صحبت کنیم و اینا، ولی نه. خودت نخواستی؟ انقدر خفنم که آره. چرا مثلا؟ چون از طرفدارها بودن یا چون مثلا تو دوست نداشتی اون شخصیت رو؟ نه کلا دوست دارم تنها باشم. وای آر یو والله العظیم. نه جدن مثلا نبودم دیگه. سکوت عمیق مطمئنی؟ سکوت کتاب خونه ای؟ آره دقیقا. آره این سوال بعدی اگه سوالی نداری آقای وفونه جرمان تو سوال بپرسا. نه بگو تای نگاهت یه شکلتی میبینم خیلی کسافت زن. بگو یه یکی دوتا رو بگو. عکس هم برات میفرستن؟ عکس نه. شاید نه، من کلا این سومو چک نمی کنم. آره من تایید میکنم، اینو من تایید میکنم. بچه های ممنتو من چند وقت پیش اومدم یه ویدیو درست کنم، گفتم بچه سمهای ماینکرافتیتون رو برای من فوروارد کنید تو اینستا. بعد رفتم دیدم یا ابوالفضل مثلا بچه ممنتو من پی ام دادن، امین به من پی ام داده، کلی پیج های دیگه ماینکرافتی من پی ام دادن مثلا 28 هفته پیش. من اصلا چک نکردم که شاید عکس های مد نظر شما باشه ولی من نرفتم. اتفاقا ایده خوبی بود، بذارم یه بار بشینیم با دایرکتات رو. شاید بعد از این ویدیو دایرکتات دیدن داره، شاید کیس هایی رو دیدیم که شاید شد. آره دیگه به هر حال وقتشه به نظرم سینا جون دیگه. کم کم 25 سالت هم داره، 26 سالت داره میشه دیگه، وقتشه دیگه. دو قطره اشک آره خدا. آره خلاصی که پس که اینطور یه کانال دوم داری به اسم شلغم. آره. چرا شلغم؟ نمیدونم راستش، میخواستم یه اسمی باشه که چیزی هست که بدونی کرینج باشه، حداقل کرینج خوب باشه. آره کرینج خوب باشه.
و خیلی کچی باشه که آخه اسم شلغمه و تو بازش میکنی مثلا میبینی موارد میگه میخواستم کچی باشه. بعد یه ساعت پیش سینا پشت صحنه گفت آره سینا تو یه دونه چنل داشتی اسمش تروبچه بود. ولی میبینی ذهن مخاطب رو درگیر میکنه. آره توی سیفی جات نگهش میکنه. آره احتمالا مثلا هرکی بشه چی؟ اون لحظه است که من کار خودم رو کردم. آیا فردی هست اطرافت که با این اسم شوخی کنه یا مثلا باهات شوخی کرده؟ مثلا ازت بپرسن راهنمایی بودیم مثلا یه شلغم میگفتیم. آره همونو میخواستم بگم. جوابی کرد با یه شلغم. آره بلوط که خواستم شلغم رو بگم دیدم اگه من به زبون بیارم خیلی بده. متوجه شدی چیه؟ بلوط که میشد شلغم میشد. گفتم من نگم بهتر. الان ما سنگو بلغه ما دیگه مشکلش چیه؟ تو که 20 ماه سربازی ما که همه س... توش پره میشه دقیق میذاشتم بلوط که بتونم من اون فرد آفند کننده باشم. بلوط بلوط آره, آره. ما اسم اون بغوزهی که داشتیم بلوط بود با من کاملا این مسئله رو گذر بودم چون تو تا الان اگر این میم بشه من میدونم با همه تو دوست ندارم دوباره بگذرونم این ماجرا رو چون مثلا بچه ها تو زمان دانشگاه اینجوری بودن که آره مثلا مغازه اینا دارن این داستان اسم مغازتون چی بود؟ بلوط رو میگفت. بعد من اینجوری بودم که مثلا میگفتم اینا آدم های سیفی هن اینا آدم های سیفی هن احتمالا کسی از اینا مثلا خوب هن اوکی هن آدم های معتقدی هن خدا پیغمبر رو لیشونه بلوط در جا ولی شلغم اتفاقا خوبه چون طرف باید چیزی رو بگه که تو به سرواله هست. نه این مراتب بالایی از ارادت دیگه مثلا اینجوری که داده شلغم اون باید بگه اون در این حد پاس دادی به نفر مقابل الان ولی دوتاش سیچویشنال دوتاش سیچویشنال قبول دارم. حالا تو موقعیت چیه؟ پلی چه شلغم؟ من میخوام بگم تو حالا از این موقعیت استثنایی که در اختیارم قرار داده شده بوده استفاده نکردم که مثلا جدی داری میگی مگه میشه اسم کانال آدم شلغم باشه استفاده نکنه؟ آخه خیلی دور و برم شلوغ نیست. 3-4 تا رفیقام از الان به بعد میشه. یک سری اتفاقاتی احتمالاً از این بابت تو کامیونیتی حالا بچه‌ها یه سری واژه من واسهت میفرستم اینا رو بذار تو بنوردای کانال شلغم دیگه حل میشه. آره دقیقاً در میاد. آره خلاص ما فکر کردیم که قبل از اینکه ضبط کنیم میگفتیم که سینا داره میاد. سینا هم آدم پخته و خیلی چیزی به نظر میرسه. بحثمون قرار خیلی بحث عمیقی باشه و اصلا نمیشه خیلی شوخی کرد اینا. برای که این پادکست از پادکست جوروگن و جردن پیترسن پر محتوا تر باشه 100%. میخوام راجع به ساب کانشس و ناخودآگاه صحبت کنیم. بفرمایید. بگو. شوخی بود بچه‌ها. نه بگو. منتظر ما منتظر همینا بودی. من میشه چنده بودم خودم. ببین تو اومدی صحبت بکنیم ما که همینجوری داریم حرف خیلی موضوع خوبی بود. بگو برامون. تو در مورد خیلی مسائل عمیقی صحبت می‌کنی تو کاناله. انتظارها رو نبرید بالا. ولی خب نه ایجادش کردی. بیشتر نیست دایره لغاتم. حتی فشار نذارید. شلغم جزوش بوده. آره دی برای همین هستم چون چی شد که اصلا این کانال رو زدی؟ برای اینکه یه سری صحبتات رو احساس کردی تو کانال اصلیت نمی گنجه؟ دقیقاً. آره. ولی خب همچنان داری لابلای مثلا کانتنتی که داری صحبت می‌کنی در مورد یه سری چیزهای خیلی عمیق و مهم و اینا. بیشتر شده. اونقدرام به نظر خودم حالا عمیق نیست ولی خب نسبت به بقیه کامیونیتی گیم شاید اگه یکی مقایسه کنه آره. مثلا چیزایی تو ویدیوام میگم که چیزایی که واقعاً ذهنمو درگیر می‌کنه. خودت مطالعه می‌کنی؟ هم مطالعه هم پادکست گوش میدم هم آره به طور کلی دیتا رو کسب میکنی آره. و انتقال میدی. چیزایی که واقعا جدا برای خودم جالبه مثلا چه چیزی خیلی دغدغت بوده که بخوای یاد بگیری و به مخاطبت هم در موردش اطلاع بدی؟ مثلا مشکلاتی که توی جامعه که توش زندگی میکنیم حس میکنم و مثلا به زعم خودم مثلا تو تنهایی خودم فکر میکنم میگم من این مشکل رو مثلا اطراف خودم دارم میبینم ولی احساس میکنم به اندازه کافی راجبش بحث نمیشه. چی مثلا؟ سخت شد چیزی که نمیتونی بگی یا؟ آره مثلا یه سریاش اینطوریه یه سری دیگرش چیزه خیلی پراکنده ای الان دقیقا حضور ذهن ندارم ولی اوکی اوکی هر چنگاه یو جدیش میکنم. البته جدی فول سوبر جدی هم نیستش که بشینم مثلا آره کتاب باز کنم
هر چیزی ذهنت رو درگیر کنه استاد دانشگاه. آره مثلا هم فان و شوخی و خنده راه. آره مثلا راجب ناخودآگاه یه سری چیزا، راجب جامعه یه سری چیزا، راجب خودم شخصیت خودم چیزایی که راجب کاراکتر سینا فهمیدم، مثلا آواتاری که دارم، اسکینی که دارم و دارم دنیا رو از دیدش میبینم، مثلا یه سری درسایی که تو زندگی خودم گرفتم، اینکه مثلا هیچ وقت نمیتونم خوشحالی رو از جانب یک انسان دیگه دریافت کنم. مثلا این توهم تو ذهنم بود خیلی وقت پیش که اگه مثلا من یه روزی توی ریلیشنشیپ باشم، یه کسی رو پیدا کنم، فلان و بهمان و اینجور چیزا، یه فانتزی هایی توی ذهن خودم داشتم. الان گفتی مثال این الان اومد. آره تو. بعد به این نتیجه رسیدم که حتی اگه یک انسان مناسبی هم پیدا کنی برای رابطه، هیچ وقت نمیتونه اون کمبودها و فقدانهای درون خودتو کاور کنه. بعد حالا اینو تو شرایط مختلف فکر کنم 3-4 بار تا حالا مثلا تو ویدیو گیم هم حتی راجبش صحبت کردم. خیلی هم درسته واقعا. یعنی آره. این حفره های درونی آدم رو خودش فقط میتونه. شبکه 4 شدی و آره یه لحظه احساس کن دوباره بچه ها خیلی بالا پایین داره. و یه کانال سومی هم داری، البته محسن رو تو اگه یکم بیشتر به حرفش دقت کنید متوجه دارک بودنش میشید، ولی خب حالا من میگذرم ازش. و یه کانال سومی هم داری که توش سراغ گیتار میری. آره یعنی موزیک فور لایف. آره. میرفتم دیگه ول کردم. آره یه ده ماهی هستش که دیگه کانتنتی روش تولید نکردی. آره آره ترجیح میدم هنرم رو در خفا نگه داری. نه ولی جدا از شوخی دوست دارم، ولی تایمش رو ندارم. آره. واقعا تو پشت صحنه با بچه هم داشتیم حرف میزدیم، به این نتیجه رسیدم چند وقت اخیر، مخصوصا بعد از صحبت با شما، که دیگه باید کارمو حرفه‌ای تر کنم. خودت تو این فضای جدی تر خودم آپدیت کنم یکم. هم تو ضبط فهمیدم کلی کار رو خیلی سنتی و قدیمی انجام میدادم، هم باید یکم به قول خارجا آوتسورس کنم. آره بذارید من اینو توضیح. تو گفتی تا بال به مخاطبات تمام پروسه که طی می‌کنی برای ساختن یک ویدیو رو. نه. آره این خیلی جالب بود. البته ما پارسال با سینا صحبت کردیم در این مورد که سینا خودت رکورد می‌کنی، خودت ادیت می‌کنی، خودت تامنیلش رو طراحی می‌کنی و خودت منتشر می‌کنی. برای 7 سال گذشته تمام این پروسه‌ای بوده که تو برای تک تک ویدیوهات طی کردی، درسته؟ آره. و الان که نگاه می‌کنم بهش اشتباه کردم خیلی. حالا نه اینکه بگم وای اشتباه خاک تو سرم مثلا فلان، ولی میتونستم خیلی کانتنت با کیفیت تری مخصوصا با معیارهایی که الان دارم تولید کنم. و بزرگترین مشکل و مسئله هم که متوجهش نبودم این بود که باید کارم رو کم حرفه‌ای تر دنبال کنم. الان اگه بخوای یه کانتنتی رو فدا کنی که یه کانتنت دیگه بهتر بشه، چی رو فدا میکنی؟ اون گیمای خیلی سوبر و جدی که میزنم اونا رو حذف میکنی. چی میشه؟ آره. مثلا اونا رو میخوام ببرم توی کانال دومم، ویدیوهای طولانی مدت درست کنم، به جای که مثلا ویدیوهای 50 دقیقه 40 دقیقه از The Last of Us مثلا درست کنم، دو سه تا ویدیوی 2 ساعت و خورده یا حتی 3 ساعته ازش بذارم اون ور، که اون کانتنت هم که فوق العاده برای خودم هم ارزشمنده داشته باشم و سعی کنم کیفیت کانال اصلیمو بیارم بالاتر. کانال گیمر الان پلن خودم اینه. و تو یه کاری هم که تو یک سال گذشته انجام دادی، البته اینا بذار بگیم، تو با محتوای جی تی ای شروع کردی کانالت رو، درسته؟ جی تی ای و مثلا یه چند تا ویدیو آموزشی از کانتر 1.6. آره. بعد ماینکرافت رو شروع کردی. آره. و فکر کنم یک سالی هست که تنوع رو خیلی زیاد کردی تو کانال. البته نمیدونم قبلش هم بود یا نه. آره یه سال خورده ای. یه سال خورده ای. اولین لیت پلی متفاوتی که گذاشتی همون دارک سولز بود؟ آره آره خودم خیلی حال کردم، به شدت بهم خوش گذشت. اول بازی رو شروع کردید و گذاشتی یا بازی رو بازی کرده بودی و تصمیم گرفتی که حالا بشینی یه بارم لیت پلیشو بری؟ راستش من تو اینترنت اگه بخوام از اول بگم خیلی حوصله‌ام سر رفته بود. تو اینترنت میگشتم دنبال یک بازی مثلا خیلی فلسفی پرمفهوم خفن، انگلیسی هم سرچ می‌کردم. بعد بیشترین بازی که بهش برمیخوردم دارک سولز بود و تصمیم گرفتم اینو پلی بدم، گفتم واکتروشم بکنم. اینطوری شد ایدش اومد. یعنی اولین برخورد تو با بازی ویدیویی بود که رکورد کردی؟ قبلش بازی نکرده بودی؟ قبلش نه، یکم فقط تو یوتیوب سرچ میکردم میومد که مثلا دارک سولز داستان خیلی غنی و خفنی داره. و چون تصمیمم داشتم اون بازی خفنی که میخوام پلی بدم و واکتروشو پلی بدم، گفتم بذار چیزی ازش نبینم که خیلی اسپویل نشه. نایس. آره جالبه. بعد رفتی سراغ فکر کنم هایان، چه بازیه دیگه لتس پلی هایان لایف رو فکر کنم کلا واکتورو گذاشتی؟ آره یکم آخرش دیگه
به علت فراخی بیش از حد ولش کردم. خب و کامیونیتی رها کردی مسئله رو یا همچنان پیگیر اپیزود آخر هستن؟ آره اینا هم همیشه هستن. آره بکلش میگن چی میگن؟ آره از این چیزا داره. آره خیلی اومدم خارجیش کنم براتون. نه اوکی. فکر میکنم چی بشه مثلا فارسی بکلش، بکفایر هم میشه بهش گفت. داستان شد بکفایر. آره. هم که انگلیسیه همونه. آره هم. عواقب داشت. عواقب داشت داره. آره برای اینم ادامهش رو نذاشتم که عمیقا به خودم حال نمیداد راستش رو بخوام بگم. گفتم بعد فکر کنم وای چقدر جالبه واسه خودم حال نمیده بچه فیلم بازی کنم. آره تو هیچ وقت سراغ این جریان فکر کنم نرفتی لابلای محتواهات که اگر چیزی رو خودت ازش لذت نمیبری برای ویو و یا مثلا ترند بری سراغش؟ نشده مثلا یه سری ویدیوهای وسطش خسته شم یا چقدر دارم دستام درد گرفت انقدر هاتکیا رو بگیر اینو بزن میمو بیار اونجا یو واسه پریمیر کراش میکنه اعصابم خورچه خسته شم ولی مثلا یه چیزی که سر تا سر برام عذاب باشه نه اصلا نبوده. نه الان دوباره برگشتی به کانتر جی تی ای ریمستر رو فکر کنم لتس پلیاشو گذاشتی واکتروهاشو گذاشتی جی تی ای رو. آره آره یه جوری میگی انگار من بیشتر از تو میدونم. آره باید فکر کنم آخه به خودم جی تی ای هم رفتم. راست میگی. آره مثلا تو مغزم میگه شیت راست میگم چقدر کار انجام دادم. بچه ها واقعا خودش سینا نمیدونه. بیایید تو کامنت ها بهش بگید که چقدر خفنه و چقدر کارش خوبه. آره واقعا چندین مرتبه بعد بهش یادآوری بشه بدونه اصلا بیاید بنه پنج دلیلی که چرا سینا رو دوست دارید و بیاید بنویسید. آره واقعا براش بنویسید تو قسمت کامنت ها. آره. سر کچل سیبیل کلا وایب ددی توری که اوه بچه یه میم تمپلیت جدید داریم وقت نایس. آره و آره چون واقعا احساس میکنم که این مسئله اتفاق افتاده. یعنی تو هنوز متوجه کامیونیتی خیلی بزرگی که داری و لویال بودنشون یا وفادار بودنشون هنوز نشدی و خیلی خوب داری همچنان حفظشون میکنی به واسطه محتوای خوبی که تولید میکنی واسه شون. اما خب دقیقا همین ارتباطات خارجیه که احساس میکنم باعث میشه تو مثلا متوجه جایگاهت بشی داخل این کامیونیتی دیگه. آره یه چیزی که الان من دارم جدیدن براش خیلی بیشتر تایم میذارم تایم سپری کردن تو خود کامیونیتیه. کامنت ها رو بیشتر بخونم چون من در طول این مدت اینطوری بود که ویدیو رو میساختم تمام میشد یه چند تا کامنت ها رو جواب میدادم بعد دیگه میبستم. مثلا انگار یه طوری که از اون ساعت شبانه روز تا اون وقتی که میخوابم اصلا کانال یوتیوب ندارم. حتی ایده یکی از مثلا اشتباهاتم بود که ایده نمیدادم مثلا تایم بذارم خارج از تایم ضبطم یه ایده بذارم مثلا یه کار خفنی بکنم. سر همین اصلا آخه پروسه سختی هم هست دیگه. تو مثلا هر ضبطت چقدر طول میکشه؟ به طور میانگین بهتون بگم یه ساعت و خورده ای تا مثلا یه سری ویدیوهای ماینکرافت تا دو ساعت بعد همون روز ادیت میکنم همون روز ویدیو رو میگیری. آره همون روز تامنیل میزنم میرم. یعنی مثلا فکر کنم 5-6 ساعتی طول بکشه درسته؟ آره فشورده. آره فشورده. آره خب حق داری که واقعا وقتی آپلود میشه و مثلا دکمه انتشار رو میزنی دیگه کامل ببندی بذاری کنار فقط برید نفس بکشی. چیه تنهایی واسه جالبه که انقدر دوستش داری؟ اگه بخوام بگم مثلا همیشه فاز مثلا لون ولف مثلا با رخ عقاب میشینم تو اتاقم اوه من یک تنهای مرد آلفای مثلا خفنم دروغ گفتم. خیلی موقع هم پیش اومده که مثلا آزاردهنده است یا دوست داری کسی کنارت باشه صحبت کنی باش. ولی اینکه بیدار میشم محل کارم دقیقا اونجاست رو دوست دارم خیلی. اینکه آرامش دارم خیلی برام ارزشمنده. آرامشم. تک و تنها هم زندگی میکنی؟ آره دوستان میان سر میزن. الان تقریبا سه ساله یه مدت طولانی. آره چون استودیو نزدیک خونه هست میرفتم استودیو بعد صدام اینطور شد میرفتم استودیو. آره میرفتم استودیو تنهایی احتمالا با این قضیه میپیچه تو خونه. میرفتم اونجا شب میرفتم خونه و الان دیگه خورد خورد وسیله گرفتم طوری که خانواده هم گیر ندن. حالا یه یخچال گرفت یواشی اینجا دیگه خدافظ. یه مبل کوچیک حالا اینجا و دیگه نیومدم. یه خانواده ایرانی هم که تیپیکال گیر. آها پیش اومد پس اینا. آره. تک فرزندی؟ نه یه خواهر دارم از خودم کوچیک‌تره. خب کوچیک‌تره. ویدیوهات رو دنبال میکنه؟ نه. آره. محسن ساکت باش. می‌دونی چرا اینا از من پرسید؟ تعریف کنیم. ای بابا اینم بگیم. نگفتیم مگه تا باها. فکر کنم قبلا گفتیم. فکر نمی‌کنم.
خب منم من یه خواهر بزرگتر دارم. آخه میدونی بنیان داستان بده. یک بار یکی از اصلا بحث اینجوری بودش که مثلا یکی از من پرسیدن تک پسری، بعد من گفتم که آره نه آره نه. ببین داستان اینجوری بود که ما داشتیم یه متنی رو با هم میخوندیم، بعد من داشتم به بچه‌ها میگفتم که این متن مثلا یه ایراداتی داره، بعد همینجوری که داشتم میگفتم و میکوبیدم و اینا اینجوری کردم، گفتم یه لحظه یه و یه استاپی دارم، گفتم امین تو خب تو تک فرزندی؟ بعد گفتش که آره. گفتم خب که تو بخواه مثلا اینو فلان کنی. بعد اینجوری که گفت خودی خواهر دارم، گفتم خب من چه تو گفتی تک فرزندم؟ گفت نه تک پسرم. گفتم بعد به من چه؟ یه صحنه و سکانس امبرسینگی بود که من مدلی بودم که I'm so sorry. خیلی ممنون که با ده های هزار نفرم به شرکش گذاشتی. و آره تو که خاطر جا کفشیر نمیگی دیگه، فکر کنم کم کم دیگه خودم بعد دیگه ساکت شد. آره فنت محسوب میشه خواهرت یا نه؟ تا حالا که راجبش با هم صحبت نکرده. جدی داری میگی؟ اصلا آره، ولی میدونم میبینه. آره مامانم هم میگه، مثلا مامانم گفته بود مثلا میخوام بیام زیر ویدیوات قربون صدقت برم، ته کرینج دیگه، این کار بکنم میبندم چنل. چرا؟ خواهرم متقاعدش میکنه که اون نه، مثلا اون خب درک میکنه میگه چرا آه. خیلی باحاله که مثلا ویدیو نشستم دارم صحبت جدی یا مثلا مامانم اونجا قربونت برم پسر خوش کارم انداختی بیرون داری در مورد اگزیستانسیالی صحبت میکنی، چرا مادرت نباید بیاد دیگه قربونت برم؟ تیپیکال با عکس گل اسمشو گذاشته با سال تولدش، از این چیزای اسمش هم گذاشته با سال تولدش، صوت سفیر البلبلی پلی میشه تو ذهنم. آره واقعا نه نه اموجی چیز بیزاره، اموجی از این چشم نخوری ها چیه؟ چشم نظر چیه؟ بنیکات بنویسون تو الان شده واقعا الان کامنت بذارن؟ دیدی؟ ندیدم اگه گذاشته باشم. رفیقام چرا؟ رفیقام تالت شده. من ولی مامانم هر موقع بسم که حالا توی چیز دیگه توی اینستاگرام زیر پستی هرچی که میذارم هر موقع کامنت بذاره خیلی خوشحال میشم، به نظرم خیلی کیوته، یعنی اینکه این به هر حال اون اینجوری ابراز میکنه دیگه. آره مامان منم همین جوریه فکر میکنم. تو خیلی پست میذاری و مثلا آره منم پاره کردم مثلا هر دو سال یه بار مامان قربون صدقت میره چون کم بوده محبت دارم، خودت شاید کم بوده رو احساس کنی یه پست بذارم پست بذارم شب پست بذارم نیاز دارم آره یه پست تده یه پست هم داشتم میذاشتم درگیرم بودم میشه ببینی پست جایدامش ریفرش میکنی؟ آره ریفرش میکنی این مامانت کامنت گذاشته یا نه؟ ولی جدی به نظرم خیلی کیوته و کلا حالا البته من هرچی سنم رفت بالاتر ارتباط گرفتن با خانواده و مادرم واسم خیلی قشنگ. آره جدا منم همینطوری شدم، منم مخصوصا تو این تنهایی خیلی بیشتر پی بردم دقیقا منم ارزش خانواده. من تقریبا 3 سال تنها زندگی میکنم، تو هم 3 سال تنها آره، زندگی آره. میکنی دیگه. من دقیقا تو این 3 سال به این نتیجه رسیدم که خانواده خیلی ارزشمندتر از اون چیزی هست دقیقا. که قبل تر میدیدم، یعنی تو اون موقع به اندازه کافی تو قدردان اون موقعیته و اون حسه نیستی، ولی وقتی که یه خود ازشون فاصله میگیری دور میشی میفهمی چقدر قشنگه، چقدر خانواده، یعنی مفهوم خانواده چقدر قشنگه. حالا میدونم بعضیا شاید واقعا توی خانواده های خوبی نباشن یا موقعیت های خوب اجتماعی نداشتن و خلاف این رو ممکنه نظرشون باشه، ولی حداقل من راجع به خودم میتونم اینو بگم که از اون چیزی که فکر میکردم خیلی قشنگتر و بهتر و خیلی واسم جالبه. آره دیگه نمیبرم بحث سمت این که دوست دارم خودم و پدرشم که ما رو سرویس نکنی، کاری ندارم. یه ویدیو ما خواستیم داشتیم راجع به پدر شدن حرف میزدیم، خانواده و فلان و اینا، این با همین قیافش داشت من نگاه کرد هی میخندید، همینجوری نشسته اینجون که آره من خیلی دوست دارم زن بگیرم ازدواج کنم بچه دار شم بگیرم، بعد هی به من نگاه میکنه میدید من مثلا نیشخندم تا اینجا بازه. گفتم من با کانسپت خانواده خیلی حال میکنم، بعد اینجوری داشت نگاه میکرد داشتم منفجر میشد خنده من، نمیتونم چرا میخنده الان صحبت کنی تا حالا خنده هم میگیره چی میزنی قبل زفت چی میزنی؟ نه واقعا آره دیگه. چه فردی رو چه کامیونیتی خیلی دوست داری و چه فردی متنفری؟ میتونی اینو بهمون بگی؟ واقعا راستشو بخوام بگم اسمی به ذهنم نمیاد، اصلا فکر کنم نمیبینه ما رو، کلا نمیبینه اصلا، مثلا ما رو میشناسه اهمیت ندادم خوشم برام
شما... نه اصلا دنبال میکنی مثلا اصلا کامیونیتی فارسی رو دنبال نمیکنی؟ راستش رو بخوام بگم نه. چرا مثلا ویدیوهای میا رو چند تا شو دیدم واقعا میخواستم همین رو ازت بپرسم. آره ولی به غیر از اون اگه بخوام یکی رو تحسین کنم میا کوروش اکیپشون رو خیلی تحسین میکنم به خاطر کانتنت خیلی خفن و با کیفیتی که خیلی ورد کلاسیک درست میکنن. آره واقعا هم کانتنتشون خفن و جذابه، هم شاید خیلی بهش فکر نکنم ولی برداشتی که من ازش دارم خیلی آموزنده هم هست. 100% آره لایف استایلشون خیلی به نظر خود من جزئیات زندگیشون رو بهتر میدونه ولی لایف استایلشون خیلی وایب مثبت و دوست داشتنی داره. آره کاملا. آره میتونم برای خیلی الگوی مناسبی باشم. کسی هم هست که مثلا وقتی اسمشو میشنوی یا میچرخی به کانال یوتیوبش میرسی اینجوری باشه که نات ریکامند ریپورت؟ کیه؟ جدا نه هیچ کس. مگه میشه جدا واقعیتو بخوام میگم شاید تو ذهنم باشه ولی الان نیست. بذار ببینم. نه راستش بخوام کابل درگیر دراما شدی؟ اصلا نه تو زندگی شخصی نه تو زندگی مجازی. دوست داری یه بار درگیرشی؟ بسم الله. مثل اینا که اولین بار میخوام بیام به سیگار بده داشت حاله سیگار پس نکنی کامیشه دوست داری با من چنه شروع این داستانه استارتشو بزنیم اینم تجربه یه برای خودش دیگه. آره بعد از 7 سال مثلا شده مثلا شده یک کانتنت هایی رو ببینم بگم مثلا این چرا اینقدر ویو خورده به نظر شخص من مثلا شاید این کانتنت اینقدر خفن نباشه که بعد با خودم فکر میکنم میگم خب شاید خیلی دوست دارم شده این فکر رو بکنم هستن. شده مثلا این فکر رو بکنم که البته این چیزی که الان میخوام بگم انتقاد به خودم هم میتونه باشه بگم که این کانتنتی که این مثلا یوتیوبر گذاشته شاید بیکیفیت تر از چیزیه که تواناییشو داره. دقیقه ایمن آره خب آره ولی اینکه مثلا هیت باشم هیت هم نه حالا مثلا حالا کنم با یک کسی نه خیلی. چه کانتنتی خیلی متفاوته و ازش لذت میبری؟ ماشین خیلی دوست داری؟ آره خیلی به شدت. از یوتیوبرای فارسی افرادی که ماشین کار میکنن مثلا دیدی تا بال کسی؟ آره رو بچهای شینیگامی رو خیلی دوست دارم. خب خودشون هم کانتنتشون رو دیگه چند تا چنل دیگه. من یکی از اولین جایی که متوجه شدم یه کانکشنی بین من و سینا برقراره همین بچهای شینیگامی بودن. یکی از دوستای دوران دبیرستان من توی شینیگامیه و آره. اولین بار اونجا دیدم بعد گفتم این اونجا این اونه و فلان و اینا داشتم چه جالب اصلا دنیا واقعا خیلی جای کوچیکه. آره منم پرام ری خودم مهرداد تو این فازه و خیلی گیم هم میزنه. آره. سر اون اصلا بحثش فکر کنم پیش اومد که من از سمت اون فهمیدم با شما در ارتباط بوده. آره. آن کانتنت کریئتوره کانتنت کریئتور ماشینی هم که من خیلی دوستش دارم و به نظرم هم ویدیوش باحاله هم با کیفیت هم خیلی به کامیونیتی ماشین بازا خیلی کمک میکنه. سالار ریویوز. آره کانتنتش رو من خیلی دوست دارم توی آره، واقعا با کیفیت خیلی خوبه. بنیامینو ندیدی؟ آها چرا اونم دیدم. یه دونه اخیرا من دیدم تری سیویل دست موتوری داره کارش هم کلا موتور البته ماشین نیست. آها آره دیدم شیر مرده آپگرید میکنه. آفرین. آره اسمش چرا یادم رو اسم موتورش هم گذاشته گوجه. آها ویدیوی اونم من میدیدم چند تاشو دیدم. آره من نمیشناسم اینو جدی. ببین خیلی هم بانه یعنی قیافش اصلا یه ذره گیرپاش بود فکر کنم. گیرپاش آفرین آه گیرپاش رو که نمیدونستم. من جدیدن خیلی حال میکنم با جدیدن تازه دارم یوتیوب فارسی رو دنبال میکنم. جدیدن تازه دارم کانتنت کریئتور مورد علاقه پیدا میکنم. جدیدن تازه جفتش یه معنی میده دیگه. گفت من واژگانم 100 تاست دوباره تبدیلش نکن به 99 تا چرا دوباره میخواد اصلاحش کنه. من رو میخونم اخبار هست اینطوری میاد الان هم بکنم جا مونده بذار بچه. آره چه هندلشو بزنی زیر پاته. آره پس اینا رو دنبال میکنی؟ آره یهو کات میکنم. تو این پشت نشستی فقط داری میخندی احساسی کن. من بعدا ویدیو رو ببینم متوجه میشم پشت سرم چه خبر بوده. بعضی جا وایلی سم میبینم بعدش میخوای چی کار کنی. تو بگو تو از این بباد بگو من این عقب میشینم تو خیلی مارمکی قربونت بگو یه سوال تو بپرس در رابطه با خاطره جاکفشی چیزی شنیدی تو؟ نه
خدا رو شکر نمیشنویم. خب پس حالا بعدی خاطرات دارک دارید اینجا؟ آره هر ورقش دفتریست. آره واقعا خاطره دارک داری برامون تعریف کنی؟ خاطره دارک از خاطره خیلی دارک که مربوط به یوتیوب هم بشه نه؟ اصلا نه مربوط به یوتیوب نه، زندگی عادی، یه اتفاق خیلی رندو، یه اتفاقی که اصلا بهترین خاطره‌ای که داری، رفته باشم دارم. آره سر هم بیماری پوستی که داشتم. آها راجبش خیلی وقت پیشم ویدیو درست کردم، 3-4 سال پیش بود که بود ویدیو درست کردم. یه این دارکترین قسمت زندگیم بود که این بیماری پوستی رو دچار شده بودم که در اصل به ذات بیماری نبود، تشخیص اشتباه داده بودن، فکر کردن مثلا اگزما دارم خیلی. خب بعد دارو بهم داده بودن، کرمایی که بهم برام تجویز کرده بودن هورمونی بود، من نمیدونستم کرمه دیگه میزنی به دستت. بعد این ترک کردنش علائم داره مثل همه داروها. گرایشات تو جان به نظر که اینطوری شد که من تبدیل شدم موامو زدم. نه جدی چه اتفاقی افتاد؟ این داروهایی که به من میدادن، من اینو داروها رو میذاشتم کنار، این هی بدتر میشد. بعد اینا هی تشخیص میدادن که این اگزما، دارو رو میدادن با دوز بیشتر. بعد هی من اینا رو میزدم، هی بدنم بیشتر اعتیاد پیدا میکرد به این داروه، تا جایی که شدید، یعنی کل بدنم یک کپه کهیر بزرگ بودم و پلاسما از بدنم میومد بیرون، اصلا شبا نمیتونستم بخوابم. تا 2 ماه از خونه اصلا نتونستم برم بیرون. و اتفاقا اون موقعی بود که چنل یوتیوب هم خیلی براش تایم نمیذاشتم. یعنی خیلی قدیمیه این قضیه؟ برای 3 سال پیش 4 سه سال پیش و 1 سال خورده ای درگیرش بودم تا علائم این بره به شدت. نه جدی؟ آره. حتی تو ویدیوهای قدیمی هم دقت کنید، مثلا تازه مانیتایز شده بود چنلم و حتی اومده بودم استودیو، کلاه میذاشتم سرم. آره به خاطر این بوده. آره. و آستین بلند میپوشیدم چون پوستم کلا باز بود، داغون بود. حالا حال به هم زنه ولی هر روز جارو میکشیدم اتاقم. این خاطره دارکم خیلی دارکی بود. خاطره دارکی بود که بعد به خاطر همین موهاتو میزنی یا رفتم؟ نه به اون رفتم، من موهام کلا کچل از دبیرستان میزدم، 16 17 سالم بود میزدم. فقط چه طرز برخورد با منم کچلم، منم همینم. خب ناکام مال منم تا کجا رفته عقب، تازه از اینم عقب تر میره. آره مثل چیز میمونه، مثل سیاه‌پوسته که به هم دیگه میگن ما میتونیم به هم بگیم کچل. آره آره بگو چی میگن کچل. بچه ها یک مردی خط باریکی رو دارن. آره میدونی خودمون میدونیم چی رو نباید بگیم، ولی غیر از اون همه رو میگیم، اطرافش رو میزنیم. خب ولی هیچ وقت روش پا نمیزنیم. منظور آره منظور رو همه میفهمن احتمالاً. همین درسته. پس که اینطور، پس یه همچین آره. اتفاق دارک هم واسه افتاده. آره چیز خاطره دارک، خاطره یه سال خورده ای بود، خاطره که یه سال خورده یک سال خورده ای طول کشید. هنوز هم علائمش هست، مثلا جاش رو بدنم هست خیلیش. ما دوست داریم ببینیم و ولی الان دیگه کامل گذشته دیگه ازش. آره خدا رو شکر. بهترین خاطره خنده داری که داری چی از یوتیوب یا حالا هر چیزی؟ خاطره خنده دار غیر از این ددیه حالا خاطرات بلد و برجسته نبوده که خیلی یادم بمونه، خاطرات ریز و کوچیکی به مرور زمان اتفاق افتاده زیاد بوده، مخصوصا تو استریما. از از ببینم این برداره چه اتفاقی میفته. تو چیزی کشیدی خب خدا داشتم این فیلم که سوال بعدی تازه شده چی بشه غذای مورد علاقه چیه؟ حالا عاشق شدی؟ 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ والا سوالات ایچ آری. نه ولی جدی چه به راهبردهای شرکت ما چه کمک می‌کنه؟ چه اندوخته‌ای داری که به اندوخته‌ای ما اضافه کنه؟ سوالات سوبر کورپوراتور. آره دقیقاً. ولی جدی تو جدای از یوتیوبر بودن یه کار دیگه هم می‌کنی؟ آره حالا اونم می‌خوام رونمایی کنم. نه چون خیلی توی استریم ازم پرسیدن، فکر کنم یکی دو بارم تو ویدیو مطرح کردم، تو کامنت ها پرسیدن چرا باید این سوال ازت بپرسن و چرا باید شک کنن به این قضیه. خودم هم تنم خارید آخه، تنم آها. با مادبانه یه چیزایی دادی، یعنی کلو منظورم یک نشانه هایی دادی ازش که آره مثلا یه حرکت هایپ، مثلا هایپ کنم قضیه رو. خب فکر کنم چون لخ نشسته بودی اینجا ازت پرسید. بی ربط نیست اتفاقا، لخ نشستنش یه آنجا میدی، لخ نشستنش بی ربط نیست به کارش. آره تو بچلر پارتیه
بانوان میرم. چون واقعا بی ربط نیست. الان توضیح میدم. آره الان اگر خواستی رونمایی کنی قطعا متوجه میشن که بی ربط نیست. آره برای این فعلا رونمایی نمی کنم که میخوام اطلاعات خودم یکم بیشتر شه تو اون زمینه. هنوز دارم یاد میگیرم توش. ولی الان احساس میکنم جاشه که بگی اینقدر شک و شبه به وجود میاد. اطلاعاتش هم که میخواد بیشتر شه. اطلاعاتت هم که میخواد بیشتر شه. حرکات جدید هم که یاد بگیره. آره دیگه بعدش دیگه نه ولی اینجا اون جاییه که من با سواله رو بپرسم. خب بیا دیگه من دارم خوب پیش میرم تو سوالت. قرمه سبزی بیشتر دوست داری یا قیمه؟ خب تو ادامه سواله بعدی پرسیدم دیگه قرمه سبزی بیشتر دوست داری یا قیمه؟ جدا سواله؟ نه چه سوال؟ اولین بیف گیمیار اولین سر این دوتاه. قرمه سبزی خیلی خوبه، مثلا قرمه سبزی که جا افتاده است قشنگ. سگ پرسنی یا گربه پرسنی؟ من پیشی داشتم این مدتی با نون سنگک یا نون سنگک یا نون بربری. سنگک نمیخوری به هم؟ بربری رو بیشتر دوست دارم، مخصوصا بربری تازه با خامه. آفر. اون توردی که خامرشو نیستم چون من به لبنیاتی مقداری هستم، ولی بربری ولی گلایه خامه رو میخوری یا بربری بخوری گلایه خامر بربری قشنگ مردونه بزنی بربری پرسنم. من بربری و پیتزا رو میذارم لای بربری میخورم. پسر عجب چیزیه، عجب مزهیه، خیلی خوشمزه است. چی؟ پیتزا رو میذارم لای بربری. ترک نیستم ما به خدا. نیکس لیول پلی این. آره ترکات خیلی. اساسا تو قبل از اینکه وارد چی همچین تصویری از بچه‌ها داشتی؟ نه اینو در این حد دیگه فکر نمی‌کردم. آره واقعا. منم فکر نمی‌کردم. خدا همینجوری تو شوک بودم. آره که دیدی تو این صحنه رو دیدی. بابا من بربری رو که بربری تو نشونه تلیت کردی دیدم. نه نکردم این کارو. کیش از زیر کار. حتی تازه تیلیت هم نمی کنی آقا کیک از یه تکش رو میکنی میزنی تو نیشه حلال میشه خوشمزه تو سربازی این حرکاتو فکر کنم برای سوربایی همه چی یاد میگیری واقعا نمیدونم بچه داشتم تو خدمت چی کار میکردن. خود جای بدی هم خدمت نکره غذاش خوب بوده. نه غذاش خوب نبود خدایی ولی بد نبود. آره بعد دیگه از هنرنمایی هم براتون بگم چی داشتم میگفتم. آها من پیتزا رو میذارم لای نون بربری بعد روشم چیز میریزم. نه سس نه، سیب زمینی میذارم اینو لقمه میکنم میپیچم میخورم. آره اگه پیتزا از این پیتزای ایرانی طور خیلی پرنون باشه خیلی چیز زنایی میشه. خان میگیره دیگه. من فکر کردم مثلا پیتزای ایتالیایی استایل خیلی. آره پیتزا ایتالیایی من کلا پیتزا ایرانی مدلی دوست ندارم، ولی پیتزا ایتالیایی واقعا میچسبه دیگه. با بربری بزنی. خود ایتالیایی ها کشف نکردن و یعنی همین کارو میکردن. به خدا هنوز پیدا نکردن بربری رو. پیدا نکردن. من به پدرام یه بربری میدم ببره. حالا داره میره پتنتش کنید ببرید. بابا اصلا خیلی بمبه. بزنید بچه‌ها یه تست بکنید خدایی پشیمون نمیشید. بربری تازه برید بخرید. چرا لهجه ترکیه بربری یه بربری تازه با یه پیتزا، حالا هر پیتزایی که دوست دارین ولی ایتالیایی. آره نه مارگاریتا دیگه زیادی. نون پنیر واقعا. سیب زمینی هم کنارش بگیرید این رو بزنید. وای چه بمبیه. بمب واقعی اینه، نه اینه که تو ستارخان میدن همش آتشخال و پنیر و فلانه. پنیر بعد یه مقدار کمی داشته باشه. الان محمد حسین وارد میکنه به ستارخان این ترند جدیدو. والیه عالیه به خدا. ایران به نظر من کامیونیتی ایده بدم به بچه‌ها. به نظر من ایران جای اینو داره یه گوردون رمزی داشته باشیم. یه آدم کله یه بی‌اعصاب. آره. به نظر من تو کامیونیتی اول داشتم به این فکر می‌کردم منظورش اون نیست، بعد دیدم چرا منظورش همون بود. دقیقاً آره. با منی؟ نه. چی تو مثلا در حد آشپزی که سینا داره میگه با کی تو پیتزا رو بربری میذاری؟ بعد میخوای به عنوان گوردون رمزی هم از ایران برخیزی؟ تو فوقش میرینم به اتا ادامه نده فرمان بود میفرمودی تصور میکنم. سینا کجا باید بدونه تو آشپزی دوست داری و آشپزی میکنی؟ دیدی دیگه سر چشمه ای از هنرهامو دید. دید چه بربری و پیتزا لقمه میگیری سر چشمه ای از هنرته. کی دیدی این کارو بکنه؟ هیچ کی. آفرین آفرین. اینو دوست دارم یه بار تیک تاکش کنی گوردون رمزی ببینه. میکنم معلومه میکنم. اینجوری کشماش یو مافینت. گوردون رمزی پا میشه میاد. آره گوردون رمزی پا میشه میاد. والله میاد. پا میشه میاد میگه اینو به من یاد بده.
گوردون رمزی اعصاب نداره، بچه محله ماست. ما یه بچه محله بکرم قرمون ایزا بچه گوردون رمزی. آره شاید نمیخواست بدونن مردم کجا میشینه. اصلا بوغ میذاریم. خب رو سومی هم که دارم میگم باز بوغ میذاریم. بگی هی بگیم وسط ویدیو کار ادیتور رو سخت‌تر کنیم. ما یه نون سنگکی داریم نزدیک خونمونه. من تا بار 3-4 بار اونجا شناختم و تو تا بار پیش اومده توی همچین محیطی شناختشی؟ من دو بار تو باشگاه. خب تو دو تا اوکیژن متفاوت، یه بارم تو مترو، آها یه بارم بازار، همین سر کاری که داریم میکنیم با پسردائیم این کار رو داریم. پس بازار متوجه شدیم که تو بازاره، ربطی نداره، اصلا میتونن مشتریاش بازاری باشن. آره اونجا بودیم، دو نفر بودن، رفیق بودن، سربازم بودن، از آذربایجان ارومیه میشه چی میشه غربی، از آذربایجان غربی اومده بودن. خودم پرام ریخ مثلا. خودم بعضی موقع باورم نمیشه که رنج سنی کسایی که ویدیوهای منو میبینن دیگه خیلی رو 21-22 هم. چه جاله تصورت چیه مثلا؟ فکر میکنی چه محدوده سنی؟ خودم مثلا 17-18، ولی تا حالا هر کسی رو دیدم بچه ها بغیر از یه نفر بالای 18 سال بودن. دارک شدی؟ نه ما منتظر کامنت محسنم. محسن جا بفرمید. هیچی میخواستم فخر بفروشم بگم همین، فقط همین قد شناختنت تو رو آخرین بار که کجا بربری فقط. نه جای دیگه هم بوده، بدترینش اونجاست. تو واقعا تو نونوایی بده. تو مثلا وقتی میخوای بری نونوایی، آره با بدترینش خدایی اونی بود که من تعریف کردم دیگه، مسافرته. اونم بد بود، اونم خیلی بد بود برای تو. یه دونه تو مسافرت رفته بودیم، ببین تو جنگل اومده بودیم بیرون، موها مثلا نر بود، اون لباسا پاره پوره خاکی بود، چیکار می‌کردیم می‌دادیم تو جنگل بودیم دیگه. تو جنگل شما چیکار می‌کنی؟ کشتی می‌گرفتید که انقدر لباساتون پاره پوره شده بود. آتیش درست می‌کردیم، به مثلا بوی آتیش می، خیلی وضعیت خرابه دیگه. رفتیم با بابای پویا یا همون که با نیما بودیم. بعد ما رو شناختم، حتی دو سه تا بچه بودن اینجوری میکردم، گفتم آه الان اصلا موقعیت خوبی نیست که بخواید ما رو بشناسید و بیاید نزدیک شید. این خوب بود. حالا باز اونی که تو دندون پزشکی بودم، وای خیلی اینو نگفتی اصلا. چرا گفتم؟ بچه شما شنیدید؟ یه بار گفته؟ تو گفتم گفته؟ تو دندون پزشکی بودم، با لباس خدمتم بودم، رفته بودم دندونم رو یه کاری کرده بود، پاش شدم اومده بودم داشتم حساب میکردم نات، بعد یه آقایی با یه پسر بچه کوچولوی نازنینی اومدن جلو و آقای گفتش که سلام های وفا نژاد. من واقعا نوکم گفتم سلام عرض می‌کنم. چجوری گفت؟ چجوری حرف می‌زدی؟ خیلی مؤدبانه حرف زد. بعد گفتش که بعد گفتش پسر من خیلی شما رو دوست داره، خیلی مثلا از دور دید شناختتون، گفتش که دوست دارم برم سلام کنم. بعد بنده خدا متوجه شد، اینجوری کرد که متوجه. بله بله خواهش می‌کنم. خیلی بد بود، یعنی واقعا انقدر حس عجیبی داشت، در اینی که خیلی خوشحال میشی. خب این واقعا خیلی حس خوبی میده هر موقع یه همچین. ولی دوست داری مثلا بهترین تو پرزنت کنی، مثلا با کچلوار، مثلا با استیل. آره هیچ وقت این اتفاق نمیفته احساس میکنم. من تو مترو خوابیده بودم کف زمین پاره، من لباسا خاکی عرق کردم. یکی از قشنگترین هم همین بود که تو مترو اتفاق افتاد، همین حالتی هم بودم اتفاقا. با لباس سربازی بود بازم؟ نه با لباس معمولی بودم، قبل از سربازی بود فکر میکنم. خب بعد داشتم کاپشنم رو تنم میکردم، در حالی که مثلا اینجوری داشتم کلنجار میرفتم، یه پسره اومد نشون داد که آقا محسن، آقا محسن. بعد همونجوری بغلش کردن، یعنی در هم حالتی که نصف نیمه بودم، خودش هم اومد جلو، پسر خیلی پر انرژی و قشنگ بود، برای بغلش کردم گفتم خوبی بچه ها پشت صحنه. بعد گفتم مراقب خودت باش، رفتم. با خیلی حس خوب میده. خب آقای وفا نژاد دیگه چه سوالی داری از سینا؟ من سوالی ندارم دیگه. سینا تو از ما چه سوالی داری؟ چه دوست داشتی از ما بپرسی یا بدونی در موردمون؟ من خیلی بکستیج صحبت کردیم، فکر نمی‌کردم اینقدر تایم داشته باشیم. آره بکستیج سوال می‌کنم که یخه باز چه قشنگ راحت شی. آره چون مثلا اگه همون میومدیم اینجا می‌شستیم برای زب، طبیعتاً اینقدر آقا این آره بنده خدایی بود قبلا میگفت اگه اینو میکروفون رو برداری اینجوری بگیری خیلی کلوستر میشی. همچین حرفی میزد. بنده خدایی بود، حال کاری نداریم کی بود.
خب بنده خدا دیدم تو بارها انجامش دادی الان فهمیدم چرا الان شکمش رو چیز کرده. نه واقعا خودت گفتی. آره میدونم. آره چون خیلی سخته، من اولین بار این وسط دارم میشینم و الان متوجه میشم که چقدر سخته. آه من همیشه اینجا اسپاسلایت. نه احساس میکنی اتفاقا به وسط نشستنش نمیارزه چون تو همش اینجوری که خب نره به خاطر این میکروفون هست دیگه. میکروفون هست آره. پادکستی طوره مثلا اینجوری بشی صدات یه خورده محو میشه، اینجوری بشی ولی بعد قشنگ اینجا باشی. چرا آره پوزیشنه. اتفاقا گفتی سوال داری از زمان، خیلی از سوالاتم پاسخ داده شد. اومدم خواستم بیشتر از هر چیز فضای کارتون برام سوال بود و محیطتون دوست داشتم ببینم. خیلی چیزای جالبی از بیرون فکر می‌کردم چه شکلیه. مثلا فکر می‌کردم مثلا خیلی فاز یه کورپوریشن مثل وال استریت نیویورک، بعد دیدم خیلی به قول خارجی‌ها خیلی پیرمرد کفاش اصفهانی. الان نمی‌تونم از همون داری تعریف می‌کنی یا داری می‌رینی بهمون. نه دیدم خیلی چیله فضاتون، خیلی خودمون‌تر، خاکی. آره آره فضا بیلدینگتونم ساختموناتون هم خیلی یک فاز سنتی داره. آره قربونت چیل. مرسی بچه‌ها. زیر زمینم بردیم. آره اتفاقا آره اتفاقا زیر زمینم بردیم. آره آره بعد سه تایی رفتیم زیر زمین گفتیم نه تو نگمدی من سینا رفتیم فقط دروغ نگو. من گفتم فیلم میگیرم. تو ترسیدی برگشتی. تو ترسیدی برگشتی. گفتم فیلم میگیرم. تو ترسیدی برگشتی. من رفتم اتفاقا بچه هایی که منو دنبال میکنم تو رو کشتن پس ها. تو به خاطر کسا یا خود بچا زیر زمینه ما واقعا نهارخوریه، یعنی اصلا آره رفتیم نهارخوری و جایی که خیلی خوفه. آره یکم آره وقتی برقش خاموشه پله ها رو نگاه میکنی احساس میکنی مثلا انگار استرنجر تینگزه به اون دنیا دومیه میرسه. بری فاین یک پورتالیه به دایمنشن 4. دقیقا ولی مثلا میری میبینی نه مثلا میزه میتونی بشینی غذا بخوری. سینا تو نگاهش این مدلیه که امکانم خیلی عاقل تر از این خیلی واقعا نفرمایید تو رو خدا. چه نه بابایی همون نه بابا نه بابا حالا اونقدر هم که فکر کنید بعد سینا رو میری کانتکت من رو پاک میکنه. آه گوشیم داره زنی مثل این که کارم داره. وید کدوم بود ویدیویی که باشون گرفته بودم برم پاک کنم اسکول میکنم. متاگراف بیس بچه ها کجاست تا جایی که میتونم به همه میگی بچه ها از اینا فاصله بگیرید تا شعای یک مایلی آدرس اینجا رو میفرستم رد نشید انقدر هم دیگه نه. آره ولی حالا چه سوالاتی داشتی که حالا اینا رو بگو تکذیب کن. همین سوالات هم خیلی ریدی بهمون یکم هم مثلا تعریف کن لطفا. نه دیگه دیدنی ها رو دیدم. حالا مرسی همین گوی دیگه همین گوی بودی چی من گفته. مرسی نفرمایی تاله اینه که قربون شما نخواهش میکنم. پس یکم جدی هم از همون خب حالا جدی بخوام مثلا بخوام بهتون جدی مطرح کنم چیز جدی ندیدی هر چی دیدم هم این بود جدن مشتی هستید و سفره دار. قربون شما. سفره دار یعنی چی؟ باوقار نمیدونم از این چیزای مشتی بازی که میگن. اخیرا هم تو بازار ترددش بیشتر شده. تو بازار با بازاریات نشست و برخواست لخ تو بازار لخ در این حد نه دارم کلوهایی که وجود داشت از این که چه کاری انجام میدی رو به هم وصل میکنم برای بچه ها. آره شاد مثلا شاد هیچ چیز خوبی به ذهن هم نمیدید. یاد فلافلش افتادم. وای وای چه فلافله فلافل من اصلا یکی از تفریحات هم با پسر داریم فلافل چی؟ دونونه میکردیم فکرم گفتی دنبه دونونه تو اونم بلانون میذاری فلافله جهت سیفتی. آره دیگه دونونه نمی کنید شما اگه بخوام بخورم شاید گذاشتم هنوز نخوردم هر وقت دیرم نونو برداشتیم از آماده باشم لغمه میگیرم. آره بچه احساسی کنم که دیگه کم کم داریم به قسمتی میرسیم که سینا هم دیگه پشیمونه و کم دیگه سینایی داره فاصله میگیره سینا داره میره عقب. آره سینا دمت گرم که اومدی واقعا. اگر بخوای یک مهمون رو دعوت کنی برای اینکه ما تو گپ تایم داشته باشیم گپ تایم یه لحظه شک کردم به آره نسبت به اسم برنامه نمیدونم چرا تو گپ تایم بخوایم یه مهمون داشته باشیم کیو دعوت میکنی؟ فرد خاصی بذار ببینم. من با میلاد خیلی حال میکنم بچه‌ها. میلاد بعد بیای دیگه
میلاد دیگه تمومه. حالا هر زمانی که اومد تهران بهمون اطلاع میده و داریمت میلاد، دم شما گرم. و اگر به پایان سخنی به پایان اومدین دفتر که اینجا هم که خونه شماست، هر موقع که شما دوست داشتین تشریف بیارین، از دیدن شما خوشحال میشیم، از معاشرت با شما همچنین. شما رو نمیدونم ولی ما خوشحال میشیم. ما خوشحال شدیم. دو طرف است دوستان. ان‌شاءالله. یه تعریف نمیخوای ازمون بکنی دیگه نزن. یه مشتی هستی تو سفره دار دیگه تعریف گفت تعریف بود که بیشتر از این نداره. چی میخوای بکشی بیرون؟ چیزی بهمون نمیرسه. دمتون گرم. مهمون بعدی رو شما توی قسمت کامنت انتخاب میکنید. سینا پیشنهاد شما بود که خیلی ازش لذت بردیم و دمتون گرم. مراقب خودتون باشید. هفته آینده خدافظ. سی یو.